عرض سلام و ادب دارم. شاهین نجفی هستم، در کانال یوتیوب شاهین نجفی هستید. امیدوارم از این برنامه لذت ببرید و مفید باشه. چند روز پیش یه ویدئویی منتشر شد که فکر میکنم در کانادا بود و چند نفر اونجا، یه فکر میکنم 2-3 نفر بودن، یه آقایی رو که ظاهری شبیه عناصر جمهوری اسلامی داشت، ریشی، پیراهن رو شلوار و یه عینک مورب در واقع گرد مانند و سر کمو، این رسمن تو اینو مثلا تو خیابون ببینی با اون عادتهای بصری که ما داریم تصور میکنیم که این آدم به هر حال مربوط به جمهوری اسلامی، یعنی یه تیپ خاصی که ما این تیپ رو در ایران زیاد دیدیم و میشناسیم. چند تا نکته به ذهن من رسید که فکر کردم با عزیزان در میان بذارم، بهش فکر بکنید. مسئله اول اینه که طبیعتاً یک فشار جدی مای ایرانی خارج از ایران قراره که روی عناصر یا به زبان خودمون مزدوران جمهوری اسلامی داشته باشیم و این فشار فشار درستیه، این فشار فشار به حقیه و مسیرش هم باید درست و در راه حقیقت باشه. خطرش در اینه که ما یه موقعی ممکنه فردی رو بر اساس ظاهرش یه قضاوتهایی روش داشته باشیم و بعد یه روز بعد، 2 روز بعد میبینیم که آقا اون فیلمی ازش بیرون اومده، اتفاقی براش افتاده که اصلا دیگه غیر قابل بازگشته. یعنی شما میای نفر رو میگیری، 4 تا سوال ازش میکنی یا بهش فحاشی میکنی، 4 روز بعد میفهمی که این آدم اصلا در داستان نبوده، آدم اصلا مال این قضیه نبوده. با هم دیگه این ویدیو رو میبینیم و بعد دوباره برمیگردیم. شما 2-3 نفری آدمی رو احاطه میکنی، حالا اون موقعیت چجوری بوده، قبلش چی بوده، بعدش چه اتفاق افتاده رو که جماعت نمیبینن، کمان که ما هم نمیبینیم، اینو به صورت یه دونه توییت منتشر میکنی در فضای مجازی. چند ساعت بعد یه سری آدم، دوستاش، نزدیکاش میان اون زیر میبینن آقا این بیچاره اصلا مربوط به این قضایا نیست، این آدم نه آدم جمهوری اسلامیه، نه ربطی به این قضایا داره. آدم ها در شرایط خاص، خصوصا در شرایط خطر، ممکنه دچار یک حالتهایی بشن که اصلا نتونن جواب بدن. یعنی ازش بپرسی اسمت هم چیه به تتفته میفته و این تجربه رو خیلی از ما ممکنه داشته باشیم. در اون شرایط وقتی که چند نفر تو رو دوره میکنن، تو احساس میکنی وسط یه سیاه‌چاله هستی، ما نمیدونیم این آدم کی بوده. حالا اینو من به عنوان مثال دارم میگم که خطرات بعدی رو در واقع جلوشو بگیریم، آسیب‌های بعدی رو جلوشو بگیریم. یه موقع نشه با یه کسی اصلا فرض هم بکنی خانمی محجبه. باور بفرمایید، من خودم وقتی که تو خیابون میرم یه خانم محجبه ای رو میبینم، به هر حال چه بخوام چه نخوام یه قضاوتی در ذهنم اتفاق میفته، با یه مراقبه ای در واقع برخورد میکنم. ته ذهنم 50-50 میگم شاید 50% این آدم مربوط به جمهوری اسلامی یا تمایلی داره یا فلان، اما این به این معنی نیست که بیام بهش سیخ بزنم، فوش بدم، یه حرکتی انجام بدم، توهینی بکنم. فرض رو بر این میذارم که این آدم برای خودش حالا محجب است، به این دلیل که در آمریکاست، در کاناداست، در اروپاست، به این معنی نباید باشه. یعنی ما خیلی باید حواسمون باشه عزیزان، خشم ما از نظام اسلامی ایران با جنایت‌هایی که کرده، این خشم طبیعیه، این خشم درسته، اما مسیرش هم باید درست باشه، نشانه‌گیریش هم باید درست باشه. تشبیهش میکنم به سلاح، سلاحی به نام خشم برای موتیویش، برای تحرک در واقع اجتماعی بسیار مناسبه، اما این سلاح باید در مسیر خودش حرکت بکنه. یه موقع می‌بینی کسی رو نشانه میگیری که اون آدم اصلا اون نشانه درستی نیست. اینها رو پیشا پیش مد نظر داشته باشیم. نفر میبینیم یه تیپی داره، مثل خود من که تو ایران یه عکسی از من منتشر کرده بودن، الله خنده داره چون اون پشتش اون کیس گیتار رو یادشون رفت که فتوشاپ بکنن، یه اوورکوت از این اوورکوت آمریکایی‌ها پوشیدم و یه ریشی هم دارم و مو کوتاه. یعنی تو منو میدیدی بچه‌ها موقع شوخی میکردن، میگفتن ما تو رو میبینیم از دور
فکر میکنه مثلا بسیجی مسیجی داره چیز میکنه. کیس گیتار پشت منه. تیپ من اینجوری بود. اون موقع اصلا روش ما اینجوری بود که به این ترتیب یه ایمنی برای خودمون میگرفتیم، به دست میوردیم. چون شهر کوچیک بود، سوار موتور این ور اون ور، اون اوورکوت میپرسید تا نفر بیاد بفهمه تو رو، ببینه که ماجرا کجاست، تو رد شدی رفتی. فرق میکنه با اینکه مثلا یه کاپشن یه جوری دیگه جوانانه و فلان اینا بپوشی. میخوام اینو بگم ظاهر آدم ها، لباس پوشیدن آدم ها، تیپ آدم ها در هر صورت یه سری قضاوت به ما میده، اما یه کوچولو یه فضایی رو تو ذهنتون بذارید که شاید اون آدم، شاید بدون مدرک نریم یه دفعه یه کسی رو نشانه‌گیری بکنیم که دو روز بعد شرمنده بشیم. بسیاری از آدم‌ها هستن که تیپشون ممکنه این شکلی باشه. تو ایرانی زیادن. افغان‌ها زیاد هستن، پاکستانی هست، هندی هست. من مثلا شنیدم یه آدم هندی تباری در ونکوور که این بهش حمله کردن. چون تو قیافت شبیه مثلا سپاهی هست. خب تا از خودش بیاد دفعه فارسی انگار بلد نبود. با چاقو بهش حمله کرد. اینها رو باید به نظر من حواسمون باشه، با احتیاط برخورد بکنیم. کار سازمان دهی شده میخوایم انجام بدیم، بسیار عالی. الان دارن خصوصا در کانادا افرادی که منسوب به جمهوری اسلامی هستن، عناصری که نزدیک هستن، مدافعان جمهوری اسلامی، کسانی که همکاری کردن با نهادهایی که اینا لابی جمهوری اسلامی هستن، اینا رو شناسایی میکنن، افشا میکنن. حالا نفر ممکنه بگه آقا من غلط کردم، اشتباه کردم، برمیگرده، یا نه اصرار داره، افشا میشه، اخراج میشه، دارن نامه جمع آوری میکنن، امضا میکنن. اینا حرکت های درسته. نفر رو پیداش بکنید. الان تو کانادا اون خاوریه داره راست راست میچرخه، پسرش هم از گنده های نمیدونم املاک اونجاست. اونا رو هم باید نشانه گیری بکنید. هر آن کسی که در رده های بالا و حتی کوچیک با جمهوری اسلامی همکاری کرده باید شناسایی بشه، اما در کنارش باید حواسمون باشه. حواسمون باشه جوری نشه که دفعی برخورد بکنیم. من به عنوان یه شهروند توصیه‌ام به عزیزان و رفقا و فامیل همیشه این بوده، جذبی برخورد بکنیم. حالا تو این جذبی یه موقعی ناخالصی هم هست، زمان نشون میده. یه کسایی مثلا که مثل اون یه بازیگری دیدم که دیگه در این حده که اومده مثلا در میخواد مثلا بگه خودشو اثبات بکنه، داره میگه دیگه در حدیه که بیاد بگه جاوید شاه. آقا لازم نیست، خودت باش، واقعی باش. همچنان که پیش از این حرفات غیر قابل باور بود، الان هم حرفاتو باور نمیبینی، میبینی هر کاری داری میکنی بازم داری فحش میخوری. پس یه جای کار نادرسته. این توصیه به اونا، توصیه به تیم خودمون، به بچه هایی که تو خیابون، حالا ایران که وضعیتش فهم خارج از کشور من دارم، اینه که با احتیاط نیروتون رو اصلا بی خودی هدر ندید. تو یه موقع نیروتو داری برای یه کسی هدر میدی که اصلا موضوع نیست، اشتباهه. نیروتو جمع کن، سازماندهی کن، شناسایی کن، خرج کن برای کسانی که باید روشون خرج بکنی. با قدرت پیش میریم و یقین دارم که این مبارزات چه در داخل چه در خارج نتیجه خواهد داد. به عقب بر نمیگردیم. فدات.